در واقع شخصیت حقوقی چگونه نقد می کنید؟ سوال دوم هم که طبیعتا همین سیاست ها بعضا تو حوزه‌های مختلف باعث میشه که شما بیشتر مطالبه اینو داشته باشید که حداقل در کوتاه مدت این اتفاق بیفته که بتونید کنترل کنید بازار پول رو. یه نامه حضرت عالی زدید، یه نامه آقای دکتر جهانگیری زدند و روزانه هم آقای دکتر روزانه هم آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم در حین بررسی لایحه بودجه دائما نسبت به مصوبات مجلس و به ویژه همون موضوع ارز 4200 نقد وارد می‌کردند. جناب علی الان فرمودید که بالاخره تفاوت قیمت بین 4200 و نرخ بازار عملا باعث شد که شما هم یه ملاحظه‌ای داشته باشید، ولی خدا وکیلی آقای دکتر همتی متخصص با این همه اقتصاددان اینجا نسبت به واقعی کردن نرخ ارز در سال 99 با این شکل، آیا این آفاتی که امروز ما داریم که یه نمونش قصه مرغ هست که پیش بینی میشد قیمت تا 47 هزار تومان باشه و الان ما بینیم قیمت بدون حذف ارز 4200 کجا قرار داره؟ اینجا هم خواهش میکنم شما به عنوان دکتر همتی نقد کنید اون سیاست، اون نامه و اون عملکرد رئیس کل محترم بانک مرکزی. ارادت. متشکر. آقای دکتر قربانزاده تشکر میکنم. سوال اولتون خیلی پیچیده و فلسفی بود. من یه ذره سوادم جواب نمیده. ولی فقط اینو میتونم بگم که من ارادت دارم خدمت وزیر محترم اقتصاد و هماهنگم هستیم، با هم مذاکرات روزانه داریم، در ستاد اقتصادی هم مسائل با هم بحث میکنیم. و خصوصا به اساس قانون یک کمیته بند کاف داریم که نرخ سود و نرخ در واقع اوراق رو در اونجا با هم توافق میکنیم، من وزیر اقتصاد و رئیس محترم سازمان برنامه، و همچنین نرخ سود بانکی هم در شورای پول اعتبار که باز هم وزیر محترم اقتصاد و رئیس سازمان برنامه عضو این شورا هستن. بنابراین ما هماهنگی‌های بالادستی رو برای نرخ سود و اینا داریم. ما که تخلفی نمیبینیم در این قضیه که مثلا فرض کنیم بانک مرکزی به تنهایی بخواد یه کاری بکنه به دور از این. ثانیاً شما لابلای صحبتتون گفتین که دوستان دیگه تعصب بیشتری بازار سرمایه. نه، از کجا معلوم من تعصبم بازار سرمایه بیشتر از بقیه دوستان نیست. من هم همونقدر تعصب دارم و من واقعا تلاش داشتم که به بازار سرمایه کمک کنم و کمکم خیلی کردم. حالا انشاءالله بحث بازار سرمایه شد راجبش صحبت خواهم کرد و اعتقاد دارم به بازار سرمایه، به رشدش و توسعش. نکته دوم راجب این 4200 فرمودید. به این نامه‌ای که شما اشاره کردید، به نامه‌ای بود که من خدمت مقام معظم رهبری نوشتم و خب ایشون ارجاع دادن به رئیس محترم مجلس. من در اون نامه چیزی ننوشتم که 4200 رو حفظ کنید. شما اگر خب نامه چون طبقه بندی بود من نمیتونم جزئیاتش رو عرض بکنم خدمتتون، ولی اینو بگم که دوستانی که گوش میدن بدونن من در اونجا نوشتم 4200 شما میخواین حذف بکنید، اگر میخواین هر موقع حذف کنید همون روز تصمیم بگیرید. ببینید شما وقتی در بودجه میایین تصویب میکنید که از اول 1400 4200 هست، هنوز 3 ماه مونده به سال، این یعنی چه اتفاقی میفته؟ باعث میشه که یک در واقع هجومی به کالاهای 4200 بشه برای اینکه انبار بکنن سال دیگه گرونتر میشه. خب اولین پیامش همین بود. وقتی کمیسیون تلفیق این رو تصویب کرد روغن بحرانش شروع شد، چون همین تهران به من گزارش دادن فقط 30,000 تن تقاضای روغن رفت بالا. هر کی میرفته بیرون روغن بخره خانومش بهش میگه حالا که میخرید دوتا بخره، چون میگن بعد از این گرون میشه. در مورد مرغ هم همین یه مقدار اثر گذاشت، در مورد تخم مرغ اثر گذاشت. به من چیز دیگه ننوشتم. من میگم اگه سیاست میخوایم اجرا کنیم همین امشب تصمیم میگیریم فردا اجرا کنیم، ما با توافقشون بدیم به مردم، هنوزم این کارو میتونید بکنید. ولی به نظر من این نوع سیاست گذاری این کار اجراییه، باید در دولت انجام بگیره. من که مخالف گفتم خدمت شما، من از 97 مخالف 4200 هستم، همیشه هم گفتم، مکتوبم کردم، نیست که بگن الله همینجور یه چیزی حرفی داره میزنه. من نامه های مختلف نوشتم. بنابراین من به عنوان شخص همتی با اون مخالفم و
ولی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی نمیتونم که خارج از مجموعه تصمیمات نظام اقتصادی کشور برای خودم ساز مخالف بزنم. ببخشید آقای دکتر قربانزاده، ولی من ارادت خدمت شما دارم. حتما میدونم که شما نسبت به قضیه با دلسوزی صحبت میکنین، حتما ان شاء الله با هماهنگی مجلس و دوستان شما سعی میکنیم این موانع رو برطرف. خیلی ممنون. سرکار خانم فصیحی از نیویورک تایمز، من امکانش هستش بعدش سوالامو بپرسم قربان؟ چون فکر می‌کنم زودتر بودم توی رو. الان آمادگی ندارید؟ بله من الان آمادگی دارم، اگه امکان دارید شما به من فرصت میدین که نکتمو بگم در خدمتتون هستم. یه چند لحظه آقای قاسمی اگر اجازه بفرمایید ما در خدمتتون خواهیم بود. من سوالم، سلام آقای همتی، متشکرم از وقتی که دادید و برنامه‌ای که درست کردید برای سوالای ما. من میخواستم ازتون سوال کنم که آخرین وضعیت پولهای بلوک شده ایران در کره جنوبی چیه؟ گزارشاتی اومده بود که با توجه به مذاکراتی که در وین داره اتفاق میفته، $1 بیلیون از پول ایران که آزاد میشه از کره، و بعد آیا فکر میکنید که وامی که ایران درخواست کرده از صندوق بین‌المللی پول هم بعد از این گزارش، بعد از این مذاکرات ممکنه که موافقت بشه باهاش؟ و بعد سوال سوم این که اگر هم که تحریم‌ها برطرف بشه، اگر ایران به FATF نپیوندد، تأثیرش به وضعیت بانکی کشور و ارتباطات با بانک‌های دنیا چه خواهد بود؟ خیلی متشکرم. متشکرم، خیلی ممنون. البته این برنامه من نذاشتم، اقتصاد آنلاین گذاشته و من هم قبول کردم که در این برنامه شرکت بکنم. خدمت شما عرض کنم، اولا راجع به کره خب زیاد صحبت میشه، من هر روز میام یکی میگه که 1 میلیارد قرار جابجا بشه، اینقدرش گرفتیم، اینقدرش قرار این کار بکنم، همه اینا رو من تکذیب میکنم. ببینید، مسئول اون پولها بانک مرکزیه، این پولا مال بانک مرکزیه، بنابراین این نوع خبرهایی که منتشر میشه بدون نظر راهاتومی بانک مرکزی یا خود بانک مرکزی یا بنده یا مسئولینش اگه بگن صحت نداره. در این زمینه هنوز اتفاقی نیفتاده، ولی خب این حق جمهوری اسلامیش که از منابعش استفاده بکنه و این حتما باید هرچی زودتر اتفاق بیفته. حتما اتفاق بیفته، آثارش رو در مجموعه خواهیم دید. البته من اینم خدمت شما بگم، یعنی این 7 میلیارد دلار که داره اگزاجره میشه، بزرگ میشه، چون حق ماست رو پیگیری میکنیم و دارن کار خلافی میکنن دولت محترم کره، از این نظر ما داریم مطرح میکنیم. ولی شما هم میدونید من همین امسال یعنی 99 بانک مرکزی 11 میلیارد دلار تامین ارز از منابع خودش کرده. یعنی ما که اطلاعات منابع خودمون رو که به بیرون نمیدیم، به خاطر اینکه ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، عین کسی که بیاد تعداد گلوله‌ها تو پاش اینا رو اطلاع بده، خب اطلاع نمیدیم. بنابراین فکر نکنید که مثلا 7 میلیارد دلار الان مثلا دو روز دیگه آزاد نشه کنفیکون میشه. نه، باید هر چیز زودتر آزاد بشه و حق ماست و این کار رو خواهیم کرد و حتما هم اگر آزاد بشه باید جریمه تعالام عدم و نفعی که به ما خورده رو باید حتما دولت محترم کره تقبل بکنه. این کار رو خواهیم کرد. سوال دوم شما در ارتباط با صندوق بود. ببینید، بعضی از دوستان در داخل کشورم به من انتقاد کردن چرا از صندوق بین‌المللی پول شما وام درخواست کردید. ببینید، ما 60 سال عضو صندوق هستیم. 2 میلیارد و خورده‌ای میلیارد دلار، 2.2 میلیارد دلار منابع ما در اونجا الان هست و از اون دارن همه کشورها استفاده میکنن. ما وقتی صندوق اومد گفت که کسانی که کرونا آسیب دیدن، اقتصادشون آسیب دید، ما که هم به خاطر تحریم هم کرونا آسیب شدیدتری دیدیم، گفت ما یه سیستمی داریم RFI که در واقع Rapid Financing Instrument، این رو به همه کشورهایی که مشکل دارن ما ارائه میکنیم. این وام صندوق مثل وام های قبلیش نیست که شرط و شروط داشته باشه. مثلا قبلا وام میداد صندوق میگفت که این وام میدم مشروط به این که مثلا این آزادی اقتصادی رو بدی، یا مثلا نرخ ارز رو تو اینجوری کنی، یا بازار پول تو این کار رو بکنی. اصلا به هیچ شرطی وابسته نبود. برای همینم من گفتم این حق ماست، با نرخ نزدیک صفر میخواد وام بده، ما 5 میلیارد دلار حقمون طبق فرمولی که خودشون داده بودن. ما پیگیری کردیم یک سال، من 2-3 تا نامه نوشتم در جلسات مستقیم با رئیس محترم صندوق مطرح کردم، ولی متاسفانه خبردارم شدیم که نامه‌ای در اکتبر سال گذشته توسط آمریکایی‌ها به گروه آمریکا داده شد که شما مخالفت کنید. حالا مسئولین محترم صندوق هم جرأت نکردن حتی ببرن تو بورد، حداقل ببرن اونجا رد کنه آمریکا.
و اصلا اجازه پیدا نکردن ببرن. من یه مقدار قبلا شنیده بودم که بالاخره سهم اینجوری هم میگفتن مستقلن و شما خیلی بدبینین به نهادهای بین المللی. من دیگه واقعا بهم ثابت شد که اگر آمریکا اراده بکنه نهادهای بین المللی هیچی نیستن، هیچ تصمیمی نمیتونن بگیرن، ولی ما پیگیر هستیم. بازم دوباره اخیرا هم گفتم انشالله که درخواست ما رو تعمیم بکنن. ما دیگه حالا که تا این مرحله رفتیم چه پولامون آزاد شد چه الان داشت، اینو حتما پیگیری میکنیم بگیریم و این عدم نفعی هم که اینجا هم داشتیم و دیگه انشالله بتونیم ازش استفاده کنیم. در مورد FATF هم بله، FATF جزء ضرورت های فعالیت های بانکیه. من امیدوارم که انشالله این اتفاق بیفته. حتما اگر تصویب نشه ما در مبادلات بانکی به خصوص بعد از برداشته شدن تحریم ها حتما یه مقداری مشکلات پیدا خواهیم کرد. مفهومش این نیست که اصلا نمیشه، ولی حتما مشکلات جدی پیدا خواهیم کرد. این مسئله یه که بالاخره در نظام بانکی بین المللی تایید شده و جا افتاده است و ما هم باشیم و به قول یکی از دوستان، نمیدونم کدوم یکی از دوستان بود، انشالله ما هم تلاش جدی خودمون انجام میدیم که انشالله به نتیجه برسیم. خیلی ممنون. آقای قاسمی بفرمایید. درود بر شما. من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر همتی و بقیه دوستانی که این گفتگوی ما رو میشنوند. من فقط اول شما یه نکته گفتین که من نمیدونم که باید زیاد با رسانه ها صحبت کنم یا کم صحبت کنم. ارجاعتون میدم به همون کاری که همه رؤسای بانکهای مرکزی معتبر دنیا انجام میدن. یه پرس کنفرانس هایی دارن که تو تقویم های اقتصادیشون از یک سال قبل اینکه هر ماه قراره که چه ساعتی چه روزی درباره اقتصاد صحبت کنن و خیلی شفاف اعلام میکنن و قرار نیستش که فعالان اقتصادی تو ایران مثل فعالان اقتصادی تو ایران همیشه سورپرایز بشن، آمارا یه دفعه بیاد بیرون، گفتگوها یه دفعه بیاد بیرون. و امیدوارم یه روزی تو ایران مفهوم تقویم اقتصادی که دیگه یک مفهوم عمومی در سطح اقتصاد جهانه، حتی کشورهایی مثل اوگاندا امروز تقویم اقتصادی دارن، توی ایرانی موضوع جدی گرفته بشه. اما نکته من درباره متغیرهای اقتصاد کلانه، به واسطه اینکه من میدونم که تو این شرایط سخت اقتصادی بانک مرکزی هم مثل دولت بیشتر رفتاراش رفتارای واکنشی بوده تا اینکه بخواد کنش داشته باشه. شرایط پیچیده بوده، داشته حفظ وضع موجود میکرده و همش داشته واکنش نشون میداده. ولی آقای همتی، شما به عنوان یه اقتصاددان و اقتصادخوان، اقتصاد ایران در طی 40 سال گذشته سه تا متغیر اقتصادیش داره یه سیگنالایی به ما میده که به نظر من ما باید خیلی جدی تر از اینا به این فکر کنیم. متوسط رشد اقتصادی ایران در 40 سال گذشته 1.9% تا 2% بوده. متوسط تورم 21% بوده، متوسط رشد نقدینگی 26% بوده. این موضوع مال امروز و سال 99 و فشار حد اکثری نیست. این نشون میده که شیوه حکمرانی اقتصادی در ایران در طی این چند دهه گذشته از نظر متغیرهای اقتصاد کلان بر اساس آمارهای رسمی کشور یه چالش‌های بسیار جدی داره و یه اتفاقاتی، یه تغییر نگرش‌هایی باید شکل بگیره. واقعیتش اینه که در شرایطی که 177 کشور جهان تورم تک رقمی دارن و 155 کشور جهان تورم زیر 5% دارن، تورم 36% داشتن، تورم نمیدونم نقطه به نقطه 48% داشتن و میانگین تورم 14 21% داشتن، اینا به ما یه سیگنال های جدی داره میده که به نظر من بسیاری از اتفاقات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ایران مال اینه که ما انگار چند دهه است توی یک رکود تورم پایداریم. رشد اقتصادی های بسیار پایین، نرخ های تورمی بالا. من سوال مشخصم اینه آقای همتی، شما اگر که بخواید، چون این کلام شما کلام خیلی شبیه بقیه های مسئولین نبوده و با جسارت و با قدرتی صحبت میکنید، اگر بخواید چند تا اتفاق مهم که توی ایران باید بیفته که ما از این روند پایدار رکود تورمی های چند دهه گذشته که یه جاهای عمق می گرفته یه جاهای کم می شده، چند تا اتفاق ساختاری که تو ایران باید بیفته که ما این روند رو یه روزی بشکونیم، از نظر شما اون چند تا اگر بخوایم بولت وار نام ببرید چیه؟ سپاسگزارم ازتون که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. جناب آقای دکتر قاسمی تشکر میکنم. فرمایش شما راجع به در واقع گزارش مطبوعاتی رئیس کل درسته، ولی شرایط ما همونطور که میدونید، من مجبور میشم یه دفعه وسط یک روز بیام مصاحبه کنم راجع به نحوه خرید واکسن کرونا پاسخ بدم، یه روز مجبور میشم بیام راجع به مسائلی که حادی که اتفاق میفته جواب بدم. شرایط ما رو خودتون میدونید و اگر کشور شرایط
خاص خودش رو داشته باشه. من از خدا می که این کار رو بکنم و بیام و الانم میبینید من اومدم هنوز شرایط که کامل استیبل نشده، شرایط مشکل اقتصادی داریم، هنوز تحریما رو داریم. من اومدم شفاف در مقابل 8000 نفر که شاید ضرب بشه 8 میلیون نفر، دارم شفاف با همه عزیزان سوال میکنن جواب میدم. من ابایی ندارم اینا رو جواب بدم. پس بنابراین فرمایش شما رو قبول دارم، یعنی دنیا بانک‌های مرکزی همین کار رو میکنن. ولی خب کجای دنیا شما ببینید بانک مرکزیش اینقدر تنیده شده باشه، حسابداریش با حسابداری صادرات نفت و دولت و سیاست‌های مالی. خب این معلومه، این باید اصلاح بشه، ساختار بانک مرکزی ما باید اصلاح بشه. من چرا باید اصلا از دولت بخرم و اصلا بانک مرکزی چرا باید؟ کجای دنیا همچین چیزی که بانک مرکزی بشینه صبح داشته ارز تخصیص بده؟ خب اصلا از کار اصلیش دور میبونه. یعنی شرایط ما با شرایط بانک‌های مرکزی دنیا، این هم ربطی به بعد از انقلاب هم نداره. قبل از انقلاب هم از شما مسئولین اقتصادی قبل از انقلاب هم نگاه بکنید، از همین گله میکنن. شرایط تجاری خودش رو تحمیل میکنه به بانک مرکزی، هماهنگی اینا مشکلاتی که متأسفانه ساختاریه، من قبول دارم. اما نکاتی که شما گفتین کاملا درسته. ببینید ما باید سرمایه گذاری در کشور رو تقویت بکنیم. من اضافه میکنم فرمایش شما، ببینید متوسط تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی ما در واقع ظرف 10 سال گذشته 0.5% بوده میانگینش. یعنی ما تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلیمون در طول 10 سال 5% هم کاهش پیدا کرده. یعنی به طور کلی اگه بخوایم تجمعی در نظر بگیریم، مثبت منفی ها رو حساب بکنیم، 5% کاهش پیدا کرده. خب این باعث شده چی بشه؟ میانگین رشد 10 ساله 90 تا 1400 ما با نفت بشه 0.2%. یعنی رشد 10 ساله ما کلن 2% بوده. خب این یه جایی کار ما اشکال داره. خب باید این حل بشه. من نمیدونم، بالاخره مجموعه تصمیم گیری نظام باید، مجلس، دولت، اینا باید بشینن طراحی جدیدی بشه، رابطه بانک مرکزی با دولت، رابطه سرمایه گذاران. ببینید سرمایه گذاری، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی مهمه در تعیین تولید، مهمه. ببین شما وقتی که در کل 10 سال رشدتون 2% بوده باشه، با افت و خیزاش دارم میگم، بعضی سالا بد بودیم بعضی سالا منفی بودیم، خب خودتون اشاره کردین 26%، من میگم 27% میانگین رشد نقدینگی بوده. خب نمیشه که شما 10 تا 27 حساب کنید 270%، حالا سادهشو میگیرم، مرکبشو نمیگیرم، سادهش حساب کنید 270% رشد بکنه، تولیدتون 2% رشد کنه، بعد میخواین تورم نشه در این کشور؟ بانک مرکزی میتونه چوب جادویی داشته باشه؟ چگونه میتونه؟ ممکنه بفرمایید بانک مرکزی مسئوله. بله، من میگم ساختارش هم به من باید بدن، من باید ساختارش رو داشته باشم. نباید اینجوری باشه که اصلا من دلیل این که در دولت شرکت میکنم، رئیس بانک مرکزی باید چی باید تو دولت بره شرکت بکنه؟ خب میرم اونجا فقط مراقبت میکنم که بار بیشتری به سیستم بانکی و بانک مرکزی حمل نشه. من فقط در جهت چی میگن نفع میرم، نه در جهت اثبات. خب این خیلی بده، این ساختار، این ساختار باید اصلاح بشه. به نظر من اگر این ساختار اصلاح نشه و این روش حکمرانی اقتصادی در کشورمون اصلاح نشه، این روشی که 50 ساله، من اینو میگم 50 سال که برداشت نشه که من میگم، مثلا این ساختاریه که از اولی که بانک مرکزی و سیستم اقتصادی مدرن در کشور ما شکل گرفته، متاسفانه این وجود داره که باید. آقای هاشم خانی، ما در خدمت شما هستیم. عرض سلام دارم خدمت همه دوستانی که در این گفتگو شرکت دارن. جناب آقای همتی، قطعا همه ما موافقیم که دوره تصدی مسئولیت جناب عالی دوره بسیار بسیار پرتنش و پرفشاری بوده. این رو حتما همه دوستانی که شرکت دارن تایید میکنن. اما دو انتقاد کلیدی که به نظرم به جناب عالی وارده، یکیش در زمینه دلار 4200 و دلار چند نرخیه و دومی مربوط به اعلام هدف گذاری تورم. درباره دلار 4200 جناب عالی هم در اواخر سال 97 هم در اوائل 98
درباره فسادزا بودن و کم اثر بودن دلار 4200 صحبتهایی داشتید. شاید اون زمان من اصلا تجسم و تصورشم نمی کردم که در سال 1400 جناب عالی همچنان رئیس کل بانک مرکزی باشید و دلار همچنان همین وضعیت اسفناک پرفساد و بیفایده دلار 4200 رو شاهد باشیم. اما این قضیه زمانی حادتر شده و بحرانی‌تر شده که مجلس در بازبینی بودجه 1400 رسما دلار 4200 رو حذف کرد و رسما مقرر کرد که بخش عمده منابع مالی که آزاد میشه به طور مساوی کمابیش مساوی به صورت نقدی به صورت یونیورسال بیسیک اینکام درآمد پایه همگانی بین همه مردم به طور شفاف تقسیم بشه. درست در زمانی که بحث بین دولت و مجلس بود در این زمینه مخالفت نمیشه گفت قاطع ولی مخالفت تلویحی جناب عالی با اینکه ریسک هایی وجود داره برای حذف دلار 4200 حتما یکی از عواملی بود که اثر داشت برای اینکه کل این طرح مختومه بشه و خب حالا همچنان ما دلار 4200 رو داشته باشیم. دلار 4200 که قاعدتا تصدیق میفرمایید که سرسوزنی شاید بذارید نگیم سرسوزنی اثر نداشته ولی اثری که داشته به نسبت فساد عظیمی که داشته شاید هیچ چیزی نبوده. در واقع دلار 4200 تقریبا یعنی 20% بیشتر از دلار 4200 فقط 20% بیشتر از قیمت دلار در شروع دولت‌های روحانی در سال 92. تصدیق می‌فرمایید آقای همتی که یک کالا هم حتی ما نداریم که الان قیمتش متناسب با دلار 4200 باشه. من در 30 ثانیه هم بحث تورم رو عرض کنم. الان میدونید که 121 کشور تو دنیا تورم 3% دارن، تورم زیر 3% دارن، تقریبا 2/3 از کشورهای دنیا. ویژگی مشترکشون اینه که تمام اختیارات و همونطور تمام پاسخگویی درباره رسیدن به تورم پایین، تورمایی که این کشورها زیر 3% تثبیتش کردن، با رئیس کل بانک مرکزیه. حتما پس تصمیم جناب عالی در بهار پارسال که هدف گذاری تورمی اعلام کنید، من سوال رو هم طرح کنم، اون هدف اون تصمیم حتما تصمیم خوبی بوده، اما انتظار میرفت همونجور که خیلی از بانک‌های مرکزی یا خیلی از نهادهای تحلیلی اقتصادی دنیا زمانی که می‌بینن یه پیش‌بینیشون امکان تحقق نده اون پیشبینی رو اصلاح و ترمیم میکنن، انتظار میرفت که بانک مرکزی هم بیاد توی فصلهای بعد این هدف گذاری تورمی رو اگه محقق نمیشه اصلاح کنه. خیلی ممنون، خیلی ممنون. جان هاشم خانی، خب سه تا سوال اولتون من چون پاسخ دادم برای اینکه باعث خستگی بقیه شنوندگان عزیز نشه تکرار نمیکنم، ولی سوال آخرتون فرمایش شما درسته، ما باید تعدیل اعلام میکردیم، انشاءالله این کار رو میکنیم و نظرتون درسته. خیلی ممنون. آقای احمد نیا، ما در خدمت شما هستیم. عرض ادب دارم خدمت آقای همتی و تشکر از ایشون بابت اینکه در این گفتگو حضور دارن. آقای همتی، من در صحبت‌های شما دو شخصیت رو دیدم از خودتون نقل میکنید، بعضی جاها اشاره میکنید به خود همتیتون و بعضی جاها اشاره میکنید به عنوان پوزیشن رئیس بانک مرکزی. اینطور من خبرنگار استنباط میکنم که بعضی جاها نظر آقای همتی نیست، اما مسئولیتش رو میخواین بر دوش مدیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نوعی متصور باشید. با این برداشت که اگر بنده احمد نیا 3 سال بعد 4 سال بعد 10 سال بعد از شما پرسیدم چرا چنین شد، چرا آقای همتی به FATF دیر ورود کردیم، شما اونجا خواهید گفت که من همتی مخالف بودم اما به عنوان مدیر بانک مرکزی مطیع بودم که بپذیرم. سوال من از شما اینه که به هر حال شما مدیر بانک مرکزی مردمی هستید که این مردم انتظار دارن، همون مردمی که در ایام انتخابات میشن مردم همیشه در صحنه و آگاه،
انتظار دارن سر بزنگاه‌ها افراد اقتصاددانی چون آقای همتی آن چیزی که به صلاح کشوره، آن چیزی که به صلاح آینده مردم هست تصمیم بگیره. سوال من از شما اینه آقای همتی، آیا اصلح‌تر از شما که اقتصاددان هستید برای موضوع مالی و بانکی به نام FATF وجود داره مگه؟ اگر شما تشخیص میدهید که باید کشور به FATF اضافه بشه، چه کسی باید غیر از شما یا افرادی مثل شما که آگاه هست به این موضوع تصمیم بگیره؟ سوال بعدی بنده در حوزه رمز ارزهاست. چرا بانک مرکزی تکلیف رمز ارزها و صرافی های فعال در این حوزه رو مشخص نمی کنه؟ طبق آخرین گزارش نیویورک تایمز، ایران پنجمین کشور تولید کننده در حوزه کریپتوکارنسیه. خود همین موضوع گواه اینو میده که مقدار مصرف نیاز کشور برای ورود افراد به حوزه کریپتوکارنسی کمتر از چیزی که فعالین این حوزه در حال میتونن به نوعی صادر کنن. چرا از این ظرفیت بانک مرکزی استفاده نمیکنه تا جلوگیری کنه بحث خروج از ارز از کشور؟ این دو سوال شفافو دارم از شما، خیلی هم ممنون. متشکر جناب احمد نیا. ببینید، خب نه، حتما من بعدا نمیگم. ببینید، بالاخره ما نیاز داریم که در مجموعه کشور یه هماهنگی داشته باشیم. ما یه حداقل‌هایی برای کار نیاز داریم به عنوان همتی شخصی. من رو اونا وای میسم. یه مواقعی وجود داره که من خودم هم میبینم راه حل دیگه‌ای برای کشور وجود نداره، در اونجا کوتاه میام، چون میدونم که ادامه دادن مثلا مقاومت در یک چیزی فقط مشکل ایجاد میکنه. ممکنه یه دفعه من یه نمونهش بگم، یه ماهی مثلا آخر ماه دولت حقوق فرض کنید بازنشستگان اینا رو نداره بده. خب بله، من طبق روال نباید مثلا قبول کنم مثلا دارایی های NFI در واقع دارایی خالص خارجی بالا ببرم، مثلا صندوق رو بخرم که بتونم پول بدم. خب من بین دو تا چیز گیر میکنم. یعنی فردا صبح شما یه سری از کارکنان بخشای مختلف یا بازنشستگان محترم حقوق ندارن، شما بگی خب من نمیدم، خب چه اتفاقی؟ بگی نه اصلا من کلیدو میذارم میرم، خب یکی دیگه اینو میده. این کار که نمیتونیم نکنیم، مسائل اجتماعی برای کشور ایجاد میکنه. من دارم میگم برنامه ها باید طوری پیش بره، اونقدر هماهنگی باشه که اصلا به این مراحل نرسیم. ولی وقتی رسیدیم، همتی با رئیس کل هیچ فرقی نمیکنه، هر دو باید یک تصمیم بگیرن، شخص حقیقی یا شخص غیر حقیقی. منم مشکلات کشور ساختاری خودتونم میدونید، من واقعا نمیخوام دیگه وارد این مسائل بشم. من امیدوارم انشالله اینا به تدریج در کشورمون نهادینه بشه، حل بشه، روابط سازمان ها و نهادها با هم دیگه مشخص بشه. نکته که راجب FATF من چون تکرار کردم چند بارم توضیح دادم، بله همینطوره. من یه خاطره بگم، شاید عزیزان از بحث‌های اقتصادی خوش خسته شده باشن. من یه روز داشتم بیمه‌ها رو خصوصی می‌کردم، چون دوره خود من بود که بالاخره مجوز خصوصی سازی بیمه‌ها رو گرفتم. رفته بودم هند و رئیس بیمه مرکزی در واقع هند باش صحبت می‌کردیم راجع به خصوصی سازی. گفتم شما کی شروع می‌کنید؟ گفت دولت منتظر من نظرم رو اعلام می‌کنم به عنوان رئیس بیمه مرکزی. گفتم در ایران هم من منتظرم که شورای محترم نگهبان نظر بدن که من بیمه ها رو در واقع قانونش رو تایید بکنن که اجرا بکنیم. گفت نه، ما مهمترین بحثمون اینه که اون نهاد ناظر که تعیین کننده است باید بگه که چه شرایطی و چگونه باید باشه. ببینید، ما بالاخره نیاز به قانون داریم، یه موضوعی رو میخوایم حل بکنیم. این قانون نیاز به طی مراحلی داره. الان هم در ارتباط با FATF هم همینطوره. بله، ما نظرمون رو گفتیم، وزیر محترم اقتصاد گفتن، وزیر محترم خارجه گفتن، بحثای زیادی شده، ولی خب نظرات مخالفین هم نظراتیه. من احترام میذارم به نظراتشون و اونها هم در پوزیشنایی هستن که معتقدن نه، ایرادایی داره که اینا باید ملحوظ بشه و در نظر گرفته بشه. بنابراین من خواهشم اینه که این بحث باید در بحث کارشناسی حل بشه و این که ما هی هر روز بگیم حالا بانک مرکزی تعیین کنه یا اون تعیین بکنه، از این فضا اگه خارج بشیم شاید زودتر به نتیجه برسه و اون چیزی که بر اساس مصالح کشور ما راجبش تصمیم بگیریم. راجب رمز ارزا فرمایش شما کاملا درسته. این پارسال، اوائل پارسال تصویب شد در دولت، ولی متاسفانه ایرادایی گرفته شد، رفت، برگشت،
وزیر محترم نیرو نظراتی داشتن، دوباره در یک رفت و برگشت در دولت دوباره آیین‌نامه‌اش اصلاح شد و چند ماه پیش به ما ابلاغ شد، ما آیین‌نامه‌اش رو تدوین کردیم، آخرین لحظه متوجه شدیم که باید شورای عالی پولشویی هم تایید بکنه. قبل از عید ما رفتیم تایید شورای عالی پولشویی رو گرفتیم، در اونجا یه بندی اومد که باید دبیرخانه شورای عالی پولشویی هم این آیین‌نامه بانک مرکزی رو مجدد تایید بکنه. ما الان فرستادیم، منتظریم به محض اینکه تاییدیش بیاد ما مجوز لازم رو به بانک‌ها و صرافی‌هایی که میتونن ثبت سفارش انجام بدن و از طریق این رمزارزهایی که در داخل کشور با مجوز تولید میشه بتونیم ان شاءالله واردات کالا و خدمات به کشور خیلی ممنون آقای دکتر. من قبل از اینکه سوال بعدی مطرح بشه توضیحی عرض بکنم. دوستان بورسی بسیار زیادی تماس گرفتن و میخوان که سوالات خودشون رو مطرح بکنن. من عرض بکنم که اگر اجازه بدید ما دوستان اسپیکر سوالاتشون تموم بشه و بعدش حتما در خدمت دوستان بورسی هم خواهیم بود تا حالا نشون بدیم که ما دشمن آقای عباسیان مثلا که صداشون قطع شد. من صدام وصل شد. بله عرض کنم خدمتتون که نوبت ما هستا 89 نفر دست خودشون رو بالا بردن منتظر سوال هستن. اگر اجازه بدید اسپیکرها سوالات خودشون رو بپرسن، ما حتما در خدمت دوستان بورسی هم خواهیم بود و چند سوال رو این دوستان از آقای دکتر همتی خواهند پرسید. ما داشتم عرض می‌کردم که دشمن بورس نیستیم، دوست اقتصاد هستیم، با دوستان بورسی هم بهشون بسیار علاقمند هستیم، ولی خب به منافع ملی کشور هم اقتصاد آنلاین بسیار علاقمند است. حتما در خدمت این دوستان هم خواهیم بود. از دوستان اسپیکر من دوستان بورسی رو دیگه کم کم شروع بکنیم. من نوبت من هست ما در خدمتتون هست. نوبت من هست، من از دوستان زیادتر بودم. اگر اجازه بدید آقای دکتر رباتی ما در خدمتشون باشیم، بعد در خدمت شما آقای دکتر رباتی بله بله در خدمت. بله بسم الله الرحمن الرحیم، شب بخیر میگم خدمت همه عزیزان، عرض سلام دارم و تشکر میکنم از مجموعه وزین اقتصاد آنلاین برای این نشست. عرض سلام دارم خدمت استاد عزیزم جناب آقای دکتر همتی. والا بورسیا رو دوست دارن همه، ولی خب متاسفانه کلن توی نظام تصمیم گیری اقتصادی و اولویت ها من همیشه یک مثالی دارم که میگم اولویت بورس در تصمیم گیری ها برای دولت یا برای مجموعه تصمیم گیری اقتصادی کشور شاید از کارلوس کیروش هم کمتر باشه، اون زمانی که ایشون سرمربی تیم ملی بود، و اینجا هم میبینیم که بالاخره جزو اولویت های آخر هست شروع سوالات دوستان بازار سرمایه. من به تبع خودم و مسئولیتی که دارم به عنوان مدیر عامل کارگزاری بیمه ایران که یک مجموعه دولتی هم هست، یک ابهامی که واقعا در ذهن همه فعالین بازار سرمایه وجود داره و شاید نوک تیز انتقادات همه سرمایه گذاران و متضررینی که شاید ظرف 3 ماه 4 ماه گذشته یه چیزی بین 50-70% از اصل سرمایه خودشون رو در بورس از دست دادن، این هستش که واقعا نوک تیز این انتقادات به سمت بانک مرکزی هست. البته خب ما مطلع هستیم، خود بنده مطلع هستم که واقعا این شاید واقعیت امر نیست، یعنی وقتی که یک اتفاق بدی میفته چه تو زندگی شخصی چه تو فضای اقتصادی همه بالاخره دنبال یک مقصری میگردن و الان سیبل این موضوع به سمت بانک مرکزی هست و شاید اظهار نظراتی هم که از سوی خود حالا ریاست سازمان بورس مجموعه دولت بیان شده از هان رو بیشتر به این سمت برده که قبیل اقداماتی مثل افزایش نرخ بهره، افزایش نرخ بهره بین بانکی، گواهی سپرده ها، اینها باعث شد که پی‌بی‌ای بازار افت بکنه و در نتیجه ما شاهد یک سقوط بی‌سابقه در تاریخ بازار سرمایه رو داشته باشیم.
من سوالی که واقعا از آقای دکتر همتی دارم، چون چند بار بحث بورس مطرح شد و ایشون فرمودند که حالا وقتی که نوبت بازار سرمایه بشه توضیح میدم، که حالا امیدوارم الان این نوبت شده باشه. سوالم به طور مشخص این هستش که بله جمع بندی میکنم. سوالم به طور مشخص این هستش که آقای دکتر همتی، واقعا شما خودتون به عنوان یک اقتصاددان، کسی که استاد بنده بودید در دانشگاه تهران، چقدر بانک مرکزی و سیاست‌هاشو در سقوط بازار با افزایش سود ریسک فری مؤثر میدونید؟ و نکته دومم این که واقعا بازار سرمایه در اذهان سیاست‌گذار اقتصادی کشور، چه بانک مرکزی، چه وزارت اقتصاد، چه دولت، واقعا از چه اهمیت و جایگاهی برخورداره؟ ببینید در کلام همه اینطور بیان میکنن که بازار سرمایه مهمه، ولی در عمل ما همواره شاهد این هستیم که بازار سرمایه در سیاست گذار اولویت جدی عملیاتی نداره. من ممنونم و عذر میخوام بابت اطاله کلام. ممنون جناب آقای رباتی، تشکر میکنم از محبت حضرت عالی. من از مدیر محترم اتاق خواهش میکنم یه مقدار وقت بیشتری به من بده. البته سعی میکنم تو 5 دقیقه جواب بدم، ولی این بحث مهمیه آقای دکتر. بسیار مهمه. بفرمایید توضیحات خودتون. خواهش میکنم، محبت داریم. ببینید من فکر میکنم بانک مرکزی و شخص بنده در قضیه بورس داریم مظلوم واقع میشیم. در خیلی جاها هم الان اینجوری شده. من واقعا چون بنا ندارم خیلی چیزها رو پاسخ بدم، بیشتر سعی میکنم سیاست هم رو اعلام میکنم. ببینید الان مشکل در مرغ و اینا ایجاد میشه، میان اعلام میکنن بانک مرکزی ارز کافی تامین نکرد، به موقع تامین نکرد، نرخ ارز میره بالا، میگن بانک مرکزی ارز برده بالا که دولت بتونه بودجهش رو تامین بکنه. ببینید هر اتفاقی در کشور میفته، چون یه سرش یا به بانک مربوطه یا به پول مربوطه یا به ارز مربوطه، میگن همش زیر سر بانک مرکزی. من سوال از دوستانی که انتقاد میکنن، میگن بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی رو برد پایین، بورس رو برد بالا، بعد آورد بالا که بزنه سر، چرا باید این کارو بکنه؟ چرا باید رئیس کل بانک مرکزی که معتقده که بازار سرمایه یک رکن مهم بازارهای مالی کشور این کار رو بکنه؟ یعنی رئیس بانک مرکزی اینقدر قدرت داره که نرخ بین بانکی رو یه دفعه از 20% بیاره رو 8% و اینقدر قدرت داره که از 8% یه باره ببره 22-23%؟ به نظر من اینا درست نیست. ببینید فروردین و اردیبهشت اتفاقاتی افتاد، تمام فعالیت‌ها تعطیل شد، بانک‌ها تعطیل شدن، منابع مازاد شد، 71,000 میلیارد تومان در اون تاریخ، یعنی اردیبهشت ماه، در واقع اضافه ذخیره بانک‌ها نزد بانک مرکزی بود، منابعی که بانک‌ها گذاشتن نزد بانک. الان که من در خدمت شما هستم این رسیده به تقریبا زیر 20,000 تومان ذخایر اضافی بانک‌ها. خب یعنی 51,000 تومانش رفت، تقاضای پول رفت بالا، به سرعت رفت بالا. من اگر واقعا میخواستم این کار بکنم، اون کف OMO در واقع اون کانالی که برای هدف گذاری تحرم کرده، من باید میآوردم به 18 میرسوندم. کانال باید در حدی باشه که 2-3% اختلاف با بالاش، یعنی 22% داشته باشه. این کار رو نکردم فقط بخاطر این اتفاق نیفته. عمده اقتصاددان ها معتقدن، به من میگن که در شرایط تورمی شما باید نرخ بهره رو ببرید بالا. من استدلال کردم. حالا بعضی ها یه بخشی از صحبت من میگیرن به صورت رندانه پخش میکنن، این دلیل نمیشه که من بیام هر روز اینا رو جواب بدم. ببینید 4 تا فاکتور رو بالا بردن، من نمیخوام منت بذارم به بورس، به خاطر بورس هم هست، به خاطر اینکه تولید در سال تولید که من نمیتونم نرخ تحصیلات رو ببرم بالا، به خاطر ناترازی بانک ها نمیتونم، به خاطر کمک به بورس نمیتونم. نکته دیگه اقتصاددان ها که میگن نرخ بهره رو ببرید بالا، و من کلاسیکش قبول دارم، نرخ بهره عامل کنترل تورمه، این شکی درش نیست. ولی مثلا ما الان آزادی ورود خروج سرمایه تو کشور نداریم در شرایط تحریمی که اون موقعی شما میبرید بالا، سرمایه ها وارد کشور بشه،
و از نرخ بهره بانکی بالای شما استفاده بکنن، مسئله ارز شما رو حل کنه و تورم شما رو کنترل کنه. اینا هیچ کدوم اتفاق نمیافته در شرایط فعلی. بنابراین من خب معلومه انگیزه خیلی ندارم که نرخ سود بانکی رو ببرم بالا، ولی بعضی از دوستان میگن از همین هم هست که بیارید پایین تر. من میگم شما اینور قضیه هم باید ببینید، مگه سپرده گذاران شما خیلی اشخاص میشناسید که سپرده های خیلی ناچیز 50 میلیونی 100 میلیونی نزد سیستم بانکی دارن، تعداد میلیون ها نفر هستن، با اون سودش دارن زندگی میکنن. وقتی تورم 40% شما بهش داری 16-18% یا حتی اکثر بانکی که تخلف میکنه داره 20-21% بهش سود بده، اونا هم بسیار محدودن. خب این الان اختلافش میشه 20% بهره منفی میگیرن در شرایط تورمی 36-37% کشور. خب ما اینورم باید نگاه بکنیم، ما که یه بودی نمیتونیم نگاه بکنیم. بعضی استناد میکنن که همتی گفته باید 50% بازار سرمایه تامین مالی بشه. بله من هنوزم معتقدم بازار سرمایه، اولا بازار سرمایه شامل بازار سهام و بازار بدهی هم هست. بدهی هم الان خوبه، الان بعضی بازار سرمایه نسبت به تامین مالی خیلی خوب شده و من اینو قول میدم و این رو تاکید میکنم و خدمت وزیر محترم اقتصادم همیشه گفتم، بانک مرکزی همراه کمک میکنه و دنبال این هست که ثبات بیشتری در بازار باشه و من معتقدم همین الان بیش از 50% سهام بازار همه ارزندن با نرخ‌های فعلی، با نرخ‌های فعلی پایین‌تر ارز ارزندن، نه با نرخ ارز 22 تومانی، با نرخ‌های پایین‌ترش هم ارزنده است. آینده از آن بازار سهام، بازار سرمایه است. همه باید کمک بکنیم، همه باید تقویت بکنیم، ولی خب باید تو خود سازمان هم دوستان ما باید توجه بکنن. ممکنه بازار سهام نیاز به دقت بیشتری داشته باشه، هی تغییر مقررات، هی نمیدونم بالا پایین کردن دامنه نوسان، نامتقارن کردن، خب اینا معلوم نیست نتیجه مثبتی بده. ما باید ثبات رویه هم داشته باشیم. البته من درک میکنم، میدونم دوستان ما در اونجا هم تحت فشارن، مشکل دارن، بالاخره انتظارات زیاده، مداخلات سیاسی در بازار سرمایه اصلا بخصوص بازار سهام باید به حداقل برسه، معنا نداره هر کسی که اصلا تخصص نداره در این زمینه نظر بده. من معتقدم کمک میکنم. اولا من بعضی از دوستان گفته بودن همتی چرا راجع بازار اصلا سرمایه نظر بده؟ خب رئیس بانک مرکزی نمیتونه که فقط به بازار پول فکر بکنه، بازار سرمایه باید ثبات داشته باشه، بازار کالا، بازار مسکن، اینا همشون مهمن در اقتصاد. مهمترین وظیفه بانک مرکزی ثبات اقتصادیه و ثبات اقتصادی رو نمیتونه با به هم زدن. ببینید این رو من به شما بگم، این یک اصل اقتصادیه جناب آقای رباطی، خودتون بهتر از من میدونید. بازارها در میان مدت و در بلند مدت به تعادل میرسن از نظر بازدهی. نمیشه که یک بازار همش بازدهی بالا داشته باشه بقیه بازارها نداشته باشن. این حتما بهتر خواهد شد، این بازدهی بازار بورس در آینده با شرایطی که انشالله من پیش بینی میکنم حتما گشایش های اتفاق خواهد افتاد، به سمت بهتر خواهد بود شرایط اقتصادی ما، به سمت ثبات بیشتر خواهد شد. حتما دوستانی هم که در بازار سهام هستن، منم در خدمتشون هستن، مطمئن باشن که رئیس بانک مرکزی یکی از مهمترین دغدغه‌هاش حمایت و کمک به بازار سرمایه، خصوصا بازار سهام. خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر فرمودید که بانک مرکزی در رابطه با بازار سرمایه مظلوم واقع شده. حالا می‌خواستم بگم که این جمله رو فکر کنم همکاران بنده تو اقتصاد آنلاین شاید بهتر از بقیه درک بکنن، چون ما هم به دنبال ثبات و رشد بلند مدت بازار سرمایه بودیم. ما هم حالا به نظر در این قضیه یه ذره مظلوم واقع شدیم، خلاصه هم دردیم. حالا شما ببخشید جناب تایدو، ما دیگه یه بخشی از اون فشار نه دیگه وسط دعوا شما دیگه نخت